مو چین چینی از خود تنی و چینی خندم پاور چینی مرواری در گردنی سبز و خوش پیرهنی شدم پاور چینی بس که دهونی تو پر از شهد و پر از شکر من که انقدر دیشب مشروب خوردم سرم داره میترکه منم مثل تو با این حال چجوری برم سر کلاس؟ آخه شما که عادت به مشروب نداری مگه مرض دارید انقدر میخوری؟ این ست جدا پول نون شبشون رو ندارن اون وقت همش پی ولگردی تو کافه ها خیلی خوب خیلی قشنگ آخه یک دنه جون به ما چه مربوط پول ما که مرتب میرسه دیگه چرا قصه بخوری؟ آخه خاله امیرخان توسط وکیلش اونو به من سپرده حالا عصبانی نشو امروز صبح هنوز منو نبوسیدی یا نمیخوام چرا؟ آخه خوب می ما تازه با هم نامزد هستیم ای تو خیلی قشنگ آره چند خونه پایین تر میشینن خیلی قشنگن جلال جون خدا رحمت کنه قدیمی ها رو میگفتن که عاشق شدم و پول ندارم کوزت بده آبش کنم حکایت کار ماست واقعا که تو این بیپولی من و تو هم باید عاشق شهین و مریم این دو فرشته زیبا بشیم میگم اون دو نفرم از ما بعدشون نمیام عربای باباتون با این اوضاعتون عاشق هم میشین؟ بابا عشق این عرفا سرش نمیشه به خدا راست میگه میدونم چون منم ناسلامتی عاشق شدم تو؟ آره من از کجا فهمیدی؟ از کجا فهمیدم؟ از اونجایی که میل دارم سر به کوه و دشت و بیابون بگذارم شبها زیر نور مهتاب کنار آبشار بنشینم روی سبزه ها قلط بخورم و گریه بکنم شعرهای عاشقانه بخونم ولی افسوس هزار افسوس از این نشونی هایی که دادی دیگه معلوم شد اما افسوس چرا؟ مگه چی شده؟ منزل شخصی که شما نمیشناسید چندین بار برای قمار رفتم
یک روز چشمم به دختر زیبای افتاد که خیلی قشنگ بود. به همون نگاه اول عاشق شدم. به بهانه قمار هر روز اونجا میرفتم تا شاید او رو ببینم. اینطور فهمیدم که او هم نسبت به من علاقه داره. یک روز او رو دیدم، اظهار عشق کردم، او هم عشق پاک مرا قبول کرد. قرار گذاشتیم از پدرش اجازه عروسی بگیریم. در این جریان مجبور شدم برای چند روزی به مسافرت برم. وقتی برگشتم یک سر به طرف منزل اونها رفتم. وقتی اونجا رسیدم هرچی در زدم کسی جواب نداد. از بقال سر کوچه سراغ اونها رو گرفتم، فهمیدم پدرش مرده و خانم ثروتمند و پولداری او رو به فرزندی قبول کرده و با خودش به هندوستان برده و دیگه او رو ندیدم. همینطور در آتش عشقش میسوزم. ای بابا، این یکی هم عاشق شده. بابا برین مدرسه درستونو بخونین. به تو چه بی تربیت، با اجازه کی به حرفای محرمانی ما گوش میکنین؟ برو تو آشپزخونه. خیلی خوب، خیلی قشنگ. کی به حرفای محرمانه ما گوش میدی؟ مگه چی میگفتن؟ هیچ، نه یک ده صد دل عاشق دختر مردم میشه، اظهار عشق میکنه. اون وقت بقاله بهش میگه دختره رو بردم. اونم از اون وقت تا بهار رو کوها میخوابه، زیر آبشور را میره، عاشق نمیشه. مگه من و تو عاشق هم نیستی؟ هیچ وقت تو بیابون راه رفتیم؟ اول صبحی کی باشه؟ عمر. او چه خبره؟ آقا این زنگ اسباب بازی نیست. میدونم. تلگراف دارید بفرمایید. از کجا؟ من چه میدونم. خیلی خوب، دعوا نداره، بگو نمیدونم. نمیدونم. تموم شو. اینجا رو امضا کنید. خیلی خوب، خیلی قشنگ. آقا انعام میخوام؟ اختیار دارید. میذارم به حساب بانگتون. زحمت نکش. کلان جون، ما فهمیدیم امشب دخترها میرن تئاتر. ما میخواییم باشون بریم. تو هم میای؟ نه نمیتونم، کار دارم. هر راهی به ما نشون ندادی. به چه بهانه دخترها رو اینجا دعوت کنیم؟ خیلی مشکله. باید یک راه خوبی پیدا کرد. باید یک راه بکنیم که اونها سوء زنی نبرن. آقا اگه حرفای محرمونتون تموم شده یه تلگراف واسهتون اومده. تلگراف؟ بده ببینم. ده جون بکن. از کجا اومده؟ من چه میدونم از کجا اومده؟ دادی عزیزم، فردا صبح تهران هستم. از هندوستانه، از خاله جونمه. بچه از فردا دیگه نونمون تو روغنه، تو یه پول قلط میخوریم. درسته که پول دار میشه، ولی دخترها چیکار کنیم؟ بچه های راه خوبی پیدا کردم. چه راهی؟ خالت، به مناسبت ورود خالت میتونی دخترها رو به نهار دعوت کنی. برای نهار؟ برای نهار؟ خوبه.
مرسی خوردم گفتم مرسی خیلی
کس نداریم؟ نه. ساعت 12 هم باید بریم پیشواز خاله. تا یک ساعت دیگه هم دخترها میان. آخه این تلگراف دهمی که آوردم. تلگراف صدومی باشه. انعام منعام خبری نیست. هیچ. یه پول چایی که اینقدر اذیت کردن نداره. بابا اگه چایی میخوای بیا تو بخور. ده تو بخور. اما پول خبری نیست. چرا اینقدر اذیتش میکنی؟ سلام علی. تلگرافو بده به من. خودم انعامتو میدم. بیا. آخه آقا جلال بد عادت میشن. تو حرف نزن. یه قرون میخوام از این عادت ها نکنم. ورشکست میشن. نمیخوام. یه قرون رو بده به من. بچه ها سلام. دیشب خوش گذشت؟ باور کن خیلی لذت بردیم. دخترها رو هم امروز برای نهار دعوت کردیم. نیم ساعت دیگه هم میریم فرودگاه پیشواز خاله جون. جلال جون، این کیف دیگه چیه؟ مگه خیال مسافرت داری؟ نه جانم، امشب بالماسکه دعوت دارم. اینم لباسامه. حتما لباس ناپلئون میخوای بپوشی. نه، در لباس یک زن شیک و اشرافی. در لباس یک زن؟ خیلی خنده آور میشه. هیچم خنده نداره. میخواید بپوشم ببینی؟ نه وقت نداری، میخوایم بریم فرودگاه. خاله جونم از هندوستان میاد. 5 دقیقه بیشتر وقت نمیخواد. آخه میخوام ببینی چطور میشم. حسود باش، زود. همین الان. راستی فراموش کردم، یک تلگراف برات آمده. تلگراف؟ سلام پسرم. اوه پدرم. پدر جون حالتون خوبه؟ کی اومدین؟ چرا بیخبر؟ خب اینطور بهتره. اما پسر جون چرا اینقدر لاغر شدی؟ زیاد درس میخونی؟ آره بابا جون، چرا نمیفرمایی؟ امیر دوست صمیمی خودم معرفی میکنم. خوش وقتم. متشکرم. شهاب وضعیت خیلی خطرناکه. این سفر خیلی برام گرون تموم شد. بیشتر دارایی ما از دست دادم. باعث تأسفه. ولی چه باید کرد؟ انشالله کاری میکنیم که جبران بشه. راستی چمدوناتون کجاست؟ تو هتل گذاشتم. بهتره قبلا برید لباساتون رو عوض کنید. بعدم برای نهار تشریف بیارید اینجا. خاله بنده امروز از هندوستان وارد میشن. بله. خاله ثروتمندشون. زود برید که به موقع اینجا باشید. خب که این تو بسیار خوب، بسیار خوب. اجالتا خدا حافظ. خدا حافظ. پدرت آدم خوبیه. آره، مرد بسیار خوبیه. راستی تلگراف از کجا بود؟ آه، به کلی فراموش کرده بودم. وای، خاک بر سرم شد. چی شده؟ گوش کن. خواهرزاده عزیزم، به واسطه یه گرفتاری زیاد، حرکت 3 روز به تعویق افتاد. خاک بر سر هر دومون شد. حالا شهین و مریم خیال میکنم ما بهشون حقه زدیم.
آقا زهر مار چی میخوای چیاته؟ آقا یک زودتر جون بکن زودتر. آقا یک مادا اونجا دیوونه شده. برو تو آشپزخونه. مگه من نگفتم وقتی ما حرف محرمانه داریم بدون اجازه وارد اتاق من نشو؟ آقا میگم برو بیرون احمق. خیلی خوب خیلی قسم. یه فکری به نظرم رسید. چه فکری؟ کلفت همسایه‌مونو به جای خاله جا میزنیم، چطوره؟ نه بابا، این زنی که دهاتی حرفا سرش نمیشه. راست میگه. مگه کی بود؟ من چه میدونم کی بود؟ میخواستم بپرسم، گفت نامحرمی بره بیرون. آقازاده هم که حرف محرمونه دارن. پس من میرم ببینم اون زن کیه. ببینم نکنه خاله امیرخان وارد شده باشه ما خبر نداریم. من میرم خوش آمد بگم. نه تو چند دقیقه صبر کن، بذار لباساشو عوض بکنه، اون وقت با هم. خیلی خوب. ببینم غذا حاضره؟ آره. ببینم نمیشه تورانو بیاریم این سه روز جای خاله جا بزنیم؟ توران که؟ توران دیگه، توران رخشو. نه بابا حرفشم نزن نمیشه. پس چیه؟ مگه تا به حال زن ندیدی؟ من خیال کردم خالمه. شهاب میدونی چه فکر کردم؟ خاله یه خوبی میشه. بیا اینجا، بیا. چه خبر شو؟ جلال، تو باید خاله امیر بشی. بله؟ بنده باید چی بشم؟ خاله امیر. آها. پس بالاخره تصویب شد. جلال رامیان آبرومون میره. تو من میخوام برم بال ماسکه؟ ببین جلال، اگه به خوشی قبول کن. آقا، یک دیگه چند دیگه برم 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 برم. آقا، اگه کار محرمونتون تموم شد، دختر خانوما پشت در منتظرتون هستن. آی تو سرم باید هر بابا. باشه. آماده هست. دستمونه گردنه دید. کلو بیسه بی نایف داده. برم کن باشه. برم کن. ببرم. تقلا کردم. ببرم. ببرم. خیلی خوش آمدید. اجازه بفرمایید معرفی کنم. خاله بنده، شهین خانم، مریم خانم. خیلی خوشبختم. خانم از ملاقات شما خیلی خوشبختم. من هم از دیدن شما دو دختر قشنگ بسیار بسیار شاد و خرسندم. خیلی معذرت میخوام، من چند دقیقه با امیر کار دارم، الان برمیگردم. آقای شهاب شما اینجا باشید، با خانوم ها صحبت کنید، من الان برمیگردم. خواهش میکنم بفرمایید. بشین. آخه نر خر، این چه بلای سر من آوردی؟ جلال جون قربون اون شکل ماه برم. از تو خواهش میکنم فعلا تو رول خاله رو بازی کن تا ببینیم چی میشه. خب بیا بیا بریم تو اتاق تا تو شک نیفتادن. آخه من کی هستم؟ از کجا میام؟ پول دارم یا ندارم؟ شوهر دارم یا ندارم؟ بس قبول کردی ها؟ ببین تو خاله من هستی، خیلی هم پول داری، شوهرم نداری، از هندوستان میای. آخه من چیزی راجع به هندوستان نمیدونم. هندوستان تقریبا 350 میلیون جمعیت داره. جمعیت داره. هواش خیلی گرمه. خیلی گرمه. جنگل هم زیاد داره. جنگل هم تو جنگلاش هم پر از حیوانات درنده است. حیوانات درنده. میمونم خیلی داره. میمونم داره. همین کافیه. خب برو بریم. خیلی خوب. بریم بریم. اما یک پدری ازتون در بیارم که خودتون از کنید. خیلی خوب. بسیار خوبیه. اوه تشریف آوردم. تمنا میکنم بفرمایید. بفرمایید خانم.
خیلی بایستی ببخشید شما را چند دقیقه تنها گذاشتم. چون من با امیر یه کار فوری داشت مجبور شدم شما را چند دقیقه تنها بگذارم. شما چقدر دخترهای بانمکی هستید. وا چقدر دلم میخواد شماها رو ببوسم. خاله جان چرا از مسافرتتون تعریف نمی کنی؟ بله بفرمایید. مثل این که این پسرها خیلی مزاحم ما خانم ها هستن. اگر میلتون هست بفرستمشون اون اتاق. اختیار دارید چه مزاحمتی؟ بسیار خوب همینجا باشید به شرط که فضولی نکنید. سلام خانوم. سلام. رسیدم به خیر. بنده یک دنده. اینم نامزد بنده گلی خانوم. ها؟ بنده اینجا نوکر هستم. بارکلا. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. مرسی. بله خوش آمدید. بله بله. متشکرم. بای بای. مسافرت خوش گذشت؟ بله خیلی. هندوستان چه جور جاییه؟ هندوستان؟ جای خوبیه. برامون قدری از وضعیت اونجا صحبت کنیم. جای بسیار خوبیه. بله فقط هواش گرمه. بسیار جای خوبیه. 350 میلیون جمعیت داره. بله میمونم زیاد داره. بله میمون. مثل اینکه در اثر مسافرت هوایی هنوز سرشون گیج میره. وقتی سه نفر خانم با هم صحبت میکنن شما مداخله نکنید خواهش میکنم. اوه نمیدونید من به شما دخترها چقدر علاقه پیدا کردم. خانم مثل این که خیلی خسته هستی. بفرمایید بفرمایید برید بالا استراحت کنید تا نهار حاضر بشه. نه خوبه راحتم. سلام. اجازه بفرمایید معرفی کنم. پدر بنده آقای شهاب الدوله، خانم خاله جان امیر. خانم از ملاقات شما بسیار خوشبختم. متشکرم. خانم شاهین خیلی خوشبختم. خوشبختم. خانم مریم متشکرم. بفرمایید بنشینید. مرسی. بفرمایید بفرمایید. ببخشید مادمازل ها از اقوام خانم هستن؟ متاسفانه خیر، از دوستان امیر و شهاب هستن. بسیار بسیار از ملاقاتتون خوشبختم. مرسی. خانم ها آقایون خیلی معذرت میخوام از اینکه مزاحم میشوم. انقدر قلم به سلومه نمیخواد حرف بزنیم. چی میخوای؟ هیچ، میخواستم به عرضتون برسونم که نهار تا نیم ساعت دیگه حاضره. خیلی خوب، این که دیگه لازم به گفتن نبود. خیلی خوب، خیلی عشق. تنها عیبش این نیست که قلم به سلم به حرف میزنی، بی‌تربیت هم هست. من داشتم لباس عوض میکردم سرزده وارد اتاق شد. فهمی؟ نه منظور من اینه که مزاحم شما که نشد. خیر مزاحم نشد. منو بگو که واسه احترام باهاشون ادبی حرف میزنم. تقصیر منه که اومدم نوکر شدم. اگه از اول منم رفته بودم در این کارخونه جا کارمند شده بودم حالا واسه خودم شسقیتی داشتم. این خاله امیرخان به چشمم خیلی آشنا میاد، ولی هرچی فکر کنم نمیدونم کجا دیدمش. حتماً که شبیه به او رو دیدی، چون چند سال در ایران نبوده. اما عجب بیریخت فلک زده. یواش ممکنی بفهمن؟ توپم در بره اونا نمیفهمن. نمیدونی چقدر از بوسیدن شما لذت میبرم؟ دلم میخواست دوتون شب و روز پهلوی من بودی؟ اتفاقاً ما هم همینطور، دلمون میخواست همیشه پیش شما بودی. راست شما چقدر دوست داشتنی هست. جون من راست میگید؟ پس قربون هر دوتون برم الهی؟ خاله جان، اجازه میفرمایید تا نهار حاضر بشه با مادموزل ها توی باغ گردش کنیم؟ نه، اجازه نمیدم. چه مایی داره خانم؟ اجازه بفرمایید. در ضمن ما هم بهتر میتونیم با هم آشنا بشیم.
خیلی خوب، پس زود برگردی. پس اجازه فرمودی. فقط برای چند دقیقه شما رو ترک میکنم. راستی که من از آشنایی با شما بسیار بسیار خوشبختم. خانم، آیا به عشق در نظر اول عقیده داری؟ مقصودتون اینی که در نظر اول عاشق من شدی؟ بله همینطوره. من از شما خیلی خوشم آمده. دلم میخواست میتونستم به عنوان نامزدی انگشتری به انگشت زیبای شما بکنم. من شما رو خیلی دوست دارم. مرسی. راست میگی؟ منم همینطور. اوه فرشته عزیزم، بگذار به عنوان سپاسگزاری دست ظریف تو رو ببوسم. ببوس؟ این عشق جاویدان خواهد بود. اوه عزیز دل من، من از خوشحالی در پوست خودم نمیگم. آیا خواب میبینم؟ اوه عزیز دلم، منم همینطور. اگر بگم باور نمی کنی، ولی از تو تمنا می کنم حرف من رو قبول کنی. من سوگند می خورم که تا به حال هیچ مردی دامن پاک من رو آلوده نکرده. حتی عزیزم باور کن، حتی هیچ مردی تا به حال منو نبوسیده. پس بگذار برای اولین بار تو رو ببوسم. بازم ببوس. از من بدت اومده؟ نه. از چطور شد؟ آخه میترسم. اوه عزیزم. اوه فرشته عزیزم، بگذار بیلیسم. این عشق جاویدان خواهد بود، از خوشحالی در پوست نمی گنجبم. تا به حال هیچ مردی دامن منو آلوده نکرده است. چه ته دیوونه شدی؟ نبودی این پیر خوشگاه رو ببینی چه جور تو بغل هم افتاده. چه کسی رو میگی؟ این آقای شهاب دوله با خاله امیرخان. ها میری گوشوایی مثل اون وقت میگه چرا باید دعوا میکنن. خیلی خوب. I'm
من میخوام بوست کنم، گفت که میگی به کسی نگو، به کسی نگو. گفتم که یار من میشی، یار و نگار من میشی، گفت نمیشم، نشد که نشد، نشد که نشد. گفتم نگار من میشی، صبر و قرار من میشی، گفت نمیشم، نشد که نشد، نشد که نشد. بیا جانم. آبجی خودت، پشت دیگه چرا میگی؟ مگه ما شریک نیستیم؟ چرا؟ چرا؟ بس حساب این پنج تومن رو بده. خیلی خوب دیگه، حساب کن. آه. یه تو با سرقفلی اینجا. آه. چرا؟ این سرقفلی کن نمیشه جانم. هنگ زارم سپور این دو تومن. چرا؟ یه تومن و پنج زار میشه دو تومن، درسته؟ درسته؟ آه. خیلی خوب. حفظ دارم عجی، این سو تومن. حالا حساب کردیم شد سو تومن و نی؟ درسته؟ خب. پونزه زارم گم کردم، این حساب پنج تومن. خیلی خوب. اما که عادیل خریدی؟ دیروز؟ اون وقت عجیبم زدم. جیان من راست میگی، عجیب زدم. آره با مرگ تو. صد دفعه به تو گفتم فوش نده، خط برون سر. با تو دختر تک و تنها منزل دوتا نره خر میرم. پدر در میارم، آتش میزنم. گفتی؟ بگو این حرومزاده ها بیان. کدوم حرومزاده ها؟ اینجا خیلی داریم. این دخترای بی حیا رو میگم. بگم کی میخوادشون؟ عموشون، قیمشون، آتش و دیوان. اسمتون چیه؟ آتش و دیوان. ده الان میگم بیان. ببینید، جایی رو آتیش نزن اینا. من شخصی هستم عصبانی. اسمم آتیشه، نمیدونم چی کاره دیوا هستم. پدر در میارم، آتش میزنم. ملاحظه فرمودی؟ بی حیاها، آبروی منو بردید. بی تربیت، جلوی خانم ها کلاهتو بردار. خانوم، اگه خطر رفع شده ما بریم. آره میتونی بری، بی جلو ببینم. خانم من آتش دیوان، عمو و قیم این دخترها هستم. اینها بدون اجازه من اینجا اومدن. بی تربیت، تو در مقابل یک خانم میلیونر که خاله امیره ایستادی، چرا اینقدر بی ادبی؟ چرا اینطور بلند صحبت میکنی؟ خانم من شخصی هستم عصبانی، آتش میزنم. تو غلط میکنی. دختر خانومها به خاطر ورود من از هندوستان این دعوت رو قبول کردن. من از شما تمنا میکنم عصبانی نشید، بنده رو سرفراز نمودی و یک گیلاس پپسیکولا صرف کنی. همینجا پهلوی خود من بنشینی. بفرمایی، خواهش میکنم. گی میخوام به افتخار نامزدی من و خاله امشب همه رو به کافه دعوت کنم، برای اینکه امروز بهترین روز زندگی منه. <تص->
پس تو به بابا جریان نگفتی؟ نه، یادم رفت. حالا چیکار کنم؟ بهتره حالا هیچی نگیم. بعد طوری شد. چه جای خوبی ما را آوردی؟ عزیزم، برای فرشته این مثل تو هر چی روی زمین باشه کمه. باید در آسمون ها جستجو کرد، در ستارگان جستجو کرد. همینجا خوبه. لالا اینجا کافه خوبیه. بابات حسابی گلوش گیر کرده ها. آره، باید بهش بگم. گفتم عجله نکن، یه مقتی میبینی کار خراب شد. فهمیدی چی گفتم؟ خاله جون، ما رو دیگه به کلی فراموش کردی. نه قربون شکله، چرا فراموشت کنم؟ حتی در خواب هم به فکر تو مریم هستم. توجه بفرمایید، برنامه امشب ما از این ساعت آغاز می‌گردد. شما خبر ندارید که این بابا میخواد با من چیکار بکنه؟ چیکار میخواست بکنه؟ نمیدونم. از بنده تقاضای ازدواج کرده. این که مهم نیست. بله. اما میخواد قبل از ازدواج بنده رو ببره رامسر. میگه میخوام تو رو با مایا ببینم. آخه چرا به این بابای گردن کلفت نمیگم مردم؟ آخه جلال جون. سلام خانم. مرسی. صبح شما بخیر. امروز چه روز خوبیه. خب، حال شما خوبه؟ مرسی. خب دیگه، ما شما رو تنها میذاریم. باید بریم. امروز اولین روزیه که با دخترها میخواییم بریم دانشگاه. آقا، دختر خانوما پایین منتظرن. میگن دانشگاه دیر میشه. ها؟ بگو بیان بالا ببینمشون. دلم براشون تنگ شده. خیلی خوب، خیلی قشنگ. سرمار. سلام. سلام، سلام دخترهای عزیزم. نمیدونید از دیدن شما چقدر خوشحالم. من همینطور. بیایی تا هر دوتونو ببوسم. من هیچ وقت از بوسیدن شما سیر نمیشم. مطمئنن. خواهش میکنم زودتر بریم، وگرنه به کلاس نمیرسیم. خیلی خوب، قربون شما خاله جون. قربون شما. خداحافظ. 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 قربون هر دوتون برم الهی. خدا هر دوتون حفظ کنه برای من. این که رسمش نشو. این خاله امیرخانه میگم. لاس زدنم حدی داره. تو
تو چی کار داری به این حرفا؟ با تو لاس نزنه میشه. با همه ور میره. نر باشه، هر چی میخواد باشه. با تو هم آره؟ مگه من نر نیستم؟ خاک بر سرت، بی ارزه. کوفت. نه بابا، شوخی کردم. من اصلا روش نمیدم. اما میدونی گلی جون، حرفا جور دیگه است. مثلا با امیر خان و شهاب خانم آره. نه، اینو دیگه باور نمی کنم. باور نمی کنی؟ پس ببین چی میگم. دیشب هر ستاییشون تو یه اتاق خوابیده بودن. تو اتاق چند تا تخت خواب داره؟ دوتا. خیلی خوب، پس خاله کجا خوابیده بود؟ بازم بگم. وای، اگه جریان بخواد اینطور ادامه پیدا کنه، یه وقت دیدی اومدن در خونه رو مهرموم کردن. چرا نمیخوای با من ازدواج کنی؟ منو دوست نداری؟ چرا جواب نمیدی؟ باهات قهرم. چرا عزیزم؟ برای حرفی که دیشب زدم؟ آهان. اوه عزیزم، منو ببخش. میدونی اگر ما با هم ازدواج کنیم چقدر خوشبخت خواهیم شد؟ مخصوصاً با پولهایی که تو داری یک زندگی مجلل عالی خواهیم داشت. پدر سوخته، فقط برای پولات میخوای با من ازدواج کنی؟ اوه خدایا، من چقدر بدبختم. نه 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 نه، اون مرز خاک بر اون سر احمقت کنن. ایک بیری، پس تو فقط میخوای با پولای من ازدواج کنی؟ نه خانم، اشتباه میکنی. چی رو اشتباه میکنم؟ الان یک پولی به این نشون بدم که خودت هست کنی، خاک بر سر کنن. خانم اشتباه میکنی؟ بیچاره خون خودم اشتباه میکنی؟ آهد بر سر، آهد بر سر، بیچاره بر سر. تو حالا برای چی میکنی؟ آخه بسته بوده، من نمیتونم برای چی شما خدایی میکنی؟ یک زن رو احمال کنی؟ نه فهمیدم، آخه من چیزی بر پولش با ازدواج کنی؟ آخه در سوخته، من چیزی نگفتم، من میلیون بوده به تو پیده نزد خانم. ها؟ ها؟ کار از تو میچاره، بر از اینگه، من غلط کردم. سلام آقای یک دنده خان. چه؟ هیچی، بفرمین بالا. خاله جان دارن از آقای شهاب الدوله پذیرایی میکنن، شما هم بفرمایید برای یه چایی میل بکنید. نه نه، پدر در میارم. چیه؟ چه خبره؟ پدر در میارم، آتش میزنم. شهاب جون، من از این مرکی کردن کنم نجات بدی. دست به ناموس من نزنی ها. شما کنار بیستی؟ پدر در میارم، آتش میزنم. من آدمی هستم عصبانی، من آتش و دیوان میگن. آتش دیوان کدوم خریه؟ همین خری که ملاحظه میکنی، میکشمت. بی حیا، اقلا از این خانم قشنگ خجالت بکش. بیا جلو تا تک تکت کنم. خودت بیا جلو. من؟ بس دیگه، اینقدر دعوا نکنید. برام کن، بگذار پدرشو در بیارم. نه دیگه، بیشتر از این کتکش نزن. خانم، من نامزدی خودم رو با شما به هم میزنم. من در عوض با کمال افتخار میخوام از شما تقاضای ازدواج کنم. من قابل مرد غیرتمندی مثل شما نیستم، ولی اگر شما منو بخوای، من با کمال میل قبول میکنم و خیلی خوشبختم که توانستم تا دیر نشده این مرد جسور رو بشناسم. خدا رحم به حال من کرد. آقای محترم، ما امشب در کافه جشنی به افتخار نامزدیمون خواهیم داشت. شما را هم دعوت میکنیم تا با چشم خودتون اولین شب نامزدی ما رو ببینید. خیلی متشکرم از دعوت سرکار.
و چون میخوام اولین شب به دام افتادن شما رو ببینم خدمت میرسم. خداحافظ. عزیزم یک عمر گشتم تا اون چه خواستم پیدا کردم. منم همینطور. آیا خوشحال هستی که از هندوستان اومدی و منو پیدا کردی؟ خیلی خیلی. عزیزم هندوستان چه جور جاییه؟ هندوستان جای بسیار خوبیه، یعنی هواش خیلی گرمه، خیابون داره، سینما داره، راجکاپور داره، جمعیتش 350 میلیونه، فیل داره، یه قالبه میمون داره. اوه من چقدر از میمون خوشم میاد. از میمون؟ بله حق داری. به به ماشالله، هزار ماشالله، چه خانم قشنگی. الهی که من قربون اون هیکل قشنگت برم. آهسته حرف بزنید میفهمم. اوه الهی که آتش دیوان وسط بمیره. نه خوب نیزوده جون. مامان یه ماچ بده. نه نه گفتم بعده، بس کنید. خیلی خوب. ببخشید الان میام. کجا میری؟ اون طرف. کدام طرف؟ چیز کار دارم. چی چی؟ میخوام برم توالت. ای تو چرا میری؟ هیچی حسودیش میشه. آتش میزنم پدر دارم. چی؟ مرض؟ خاک بر سر؟ آتشون عصبانی نشو. آخه این پدر سوخته. دوباره منو ببوس تا عصبانیتت رفت بشه. آتش جون جونم بخوردن. خب ازت یک خواهشی دارم. جون بخوا. میخواست خواهش کنم اجازه بدی امیر شهاب با شهین و مریم ازدواج کنم. چطور؟ غیر ممکنه. میشه منو دوست نداری؟ گفتی؟ خیلی خوب اجازه میدم. مرسی. بنویس. چی بنویسم؟ بنویس این جانب آتش آتش دیوان موافقت خود را برای ازدواج شهین و مریم با امیر و شهاب اعلام می‌دارم. بنویس. درست نوشتی؟ آها همینطور. بازم بنویس. اگر بعد از امضای قرارداد مخالفتی کردم به عنوان جریمه 10,000 تومان خواهم پرداخت. امضا کن. بچه های عزیزم تبریک میگم. امیدوارم که هر چهارتاتون به پای هم پیر بشی. مرسی عمو جون. مرسی جلال جون. خاله جون دقت بفرمایید. حضار محترم به برنامه ما که از این ساعت شروع میشود توجه بفرمایید. Thank you.
بکنم ماچ بکنم لبت لبت را، بیا ناز بکنم ناز بکنم قدت قدت را، وفا بیا پیش بیا تو را عاشقم ای پری دلم گواهی، کنی از وفا کی بود و به من نگاهی، تو را عاشقم ای پری دلم گواهی، کنی از وفا کی بود و به من نگاهی، جانم تو موسیایی میخوام بوس نکنی لوس نکنی خودت خودت را، برو دور شو برو گم شو برو زود از همینجا، برو زود برو گم شو برو زود برو گم شو، عجب حقیه بلا چنا غلایی، بگون این چنین جان من عجب بلایی، عجب حقیه بلا چنا غلایی، مگن این چنین جان من عجب بلایی، آخه تو بی وفایی. بیا ماش بکنم ماش بکنم لبت لبت را، بیا ناز بکنم ناز بکنم قدت قدت را، بیا وفا بیا پیش بیا وفا بیا پیش بیا، تو را عاشقم ای پری دلم گواهی، کنی از وفا کی بود تا به من نگاهی، تو را عاشقم ای پری دلم گواهی، کنی از وفا کی بود تا به من نگاهی، جانم تو موسیایی؟ میخوام بوس نکنی لوس نکنی خودت خودت را، برو دور شو برو گم شو برو زود از همینجا، برو زود برو برو گم شو برو زود برو برو گم بشو، عجب وقتی ای بلا چنا غلایی، مگون این چنین جان من عجب بلایی، ای بلا چنا غلایی، مگون این چنین جان من عجب بلایی، آخه تو بی وفایی.
میشمرم اگه نرفتی جیر میکشم یک دو سه آخه مگه یواش یواش آد بر سر بیتربیه خاله جان حوض کردن یه رقص تکی بکنن ارگست خواهش دارم یه رنگ بابا کرم بزنی Thank you.
خب بگو بیا تو. آخه آقا. آخه نداره. برو دیگه. خیلی خوب. خیلی قشنگ. من نوکر اینجور مزاحم با عمرم ندیدم. امیر. چشمم روشن. من یه درست خوندنم فهمیدم. این خانم ها کی هستن؟ خاله جان، چرا تلگراف نکردید ما پیش بازتون بیاییم؟ گفتم این خانم ها کی هستن؟ بله، خانم مریم، خانم شهین. معرفی میکنم، خاله یه بنده. شما که گفتید فدیه خاله دارید؟ بله، آخه اتفاقا درسته، تنها خاله امیر من هستم. چند ساعت پیش از هندوستان وارد شدم. این مسخره بازی ها چی سر ما در آوردید؟ خجالت میکشید؟ منم همینو میگم. این چه مسخره بازیه در آوردین؟ کی از تو پرسید؟ بی تربیت. برو بیرون. خیلی خوب، خیلی قشنگ. نمیدونم. من از شما خواهش میکنم که بفرمایید بیرون. خیلی خوب، خیلی قشنگ. خجالت میکشید؟ بهتر که دیگه بریم. بیا. خانم عزیز، با کمال تأسف باید از حضورتون مرخص بشیم و مخصوصا از شما تشکر میکنم که به موقع رسیدید و ما را از این دامی که ندانسته نزدیک بود در آن سرنگون بشیم نجات دادید. و اما شما آقایان محترم و تحصیل کرده، باید بدونید که تا ابد با نیرنگ حق بازی نمیشه زندگی کرد و ادهی رو گول زد. البته شما میخواستید برای رسیدن به هدف خودتون از هر وسیله استفاده کنید، ولی موفق نشدید. این عمل شما برای ما در زندگی درس بزرگی بود و به ما آموخت که در امور زندگی دقیق‌ترین کسان خود نمیشه اعتماد کرد. باید بدونید شما و امثال شما هستید که بدبینی رو در بین مردم رواج میدید. اگر اجتماع ما خرابه، شما هستید که باعث بدنامی و سرفکندگی هم نوعان خودتون میشید. خانم عزیز، ما دختران شرافتمند و به همین دلیل این منظر رو ترک میکنیم. خداحافظ. کجا؟ بیا اینجا بشین، کار دارم. اینطوری که از ظاهر کار معلومه تمام تقصیرها متوجه شماست. دلم میخواد بدون کم و زیاد تمام ماجرا رو بر من شرح بدی. من و شهاب، شهین و مریم رو خیلی دوست داشتیم. اونام به ما خیلی علاقه داشتن. دلمون میخواست که اونا رو برای نهار دعوت بکنیم تا بهتر بتونیم با هم آشنا بشیم، تا روزی که تلگراف حرکت شما اومد. خدایا چه روزی بود من این کار رو قبول کردم. درست شد، همه کارها درست شد. پیدا کردم، خاطرت جمع باشه. چی رو پیدا کردی؟ اوناش. نمیفهمم چی میگی؟ اتاق. نمیام. چرا؟ اگر بدونی چرا. نمیدونم، بگو. نمیگم و نمیام. پس بیا بریم محضر. برو بلم کن، نمیام. ببین چه کار. تو بمیری اگه بیام. میگم نمیام. آخه از من چی میخوای؟ خاک برو سرت کنم. ولی باور کنید خاله جان، ما هیچ قصد بدی درباره اونا نداشتیم. اگر اینهایی که میگی حقیقت داشته باشه چندان موقع. بله خانم، من هم حاضرم قسم بخورم که این حقیقته. ببین چی میگم. نمیخوام. گوش کن. ببین کارت دارم. نمیخوام. گوش کن. میگم نمیخوام. چشم. میرم. میرم. برو. بیا. چشم. قربونت برم. جیگرتو برم. نه. بهتره من خودم برم با شهین و مریم صحبت کنم. پس تکلیف جلال و آتش و دیوان چی میشه؟ اون دیگه با شماست. با. با. سلام خاله عزیز، خوب به موقع رسیدی. برای چی؟ آش پختی. آش؟ اه 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 اه. این بیتریه؟ در میارم، آتش میزنم. زرش زهر ما. مثل این که صدای اونهاست. آره خاله جان، اجازه بدید من برم. نه لازم نیست، شما همینجا بنشینید، من خودم میدونم چه باید بگم. پدر در میارم،
آتش میزنن. آقا راجبه چه میخوان پدر درارن آتش بزنن؟ نمیدونم. ببخشید خانم، شما هنوز خودتون رو معرفی نکردی؟ چطور شده؟ من نمیفهمم. خفه شو. شیرین، منو میشناسی؟ منو فراموش کردی؟ چرا جواب نمیدی؟ چطور ممکنه فراموش کرده باشی؟ مگه ما هم دیگر دوست نداشتیم؟ چقدر عقب تو گشتم؟ آخه چرا بیخبر رفتی؟ ها؟ جواب منو بده. چرا حرف نمیزنی؟ بسیار خوب. میدونم. تو من بعد از این مدت با این قیافه مضحک میبینی. به خاطر دوستی و رفاقت مجبور شدم خودم رو به شکل زن در بیارم. ولی حالا میبینم ضررش از همه بیشتر به خود من خورد. مطمئنم که تو تقصیر نیست. خانم، من از تمنا میکنم حرف من قبول. خواهش میکنم توجه کنید. من بعد از اینکه درباره این جریان، یعنی خاله قلابی، فکر و تحقیقات کردم، بالاخره به این نتیجه رسیدم که هیچ کدوم از این آقایون فکر بدی نداشتن، فقط راه و رسم کار رو بلد نبودن. به هر زحمتی که بود، به خانم شهین و خانم مریم و عموی محترمشون آقای آتش دیوان ثابت کردم که این آقایون هر سه نفرشون از کرده خودشون پشیمانن. در ضمن از مادمازلام تشکر میکنم که حرفای منو قبول کردن. خیلی خوشحال هستم که میتونم نامزدی آقای جلال رو با خانم شیرین که مثل دختر خودم میمونه اعلان کنم. همچنین نامزدی شهین و امیر و شهاب و مریم. دیدم که شهین صدای بسیار خوبی داره. حالا میخوام ازش خواهش کنم که یک تصنیفی بر ما بخونه. بلند شو. باشه. تو هم بیا. موشم عزیزم مموشم، خوش قد و خوش جسم و خوش بپوشم، ذاتش عشق تو چو آب جوشم، قول به خریدارم و دل فروشم. جونم ز عشق تو بیقراره، مموش چرا آستر کت نداری؟ شکار به کت شلوار بنده داری؟ آخه مموشی مموش باید خوب باشه، پیش همه مقبول و محبوب باشه. آخه میمی جون خوبم ولی بی پولم، وگرنه پیش همه کس مقبولم.
مموش چرا اینقدر آس و پاسی؟ میمی جونم مردم از این پلاسی. مموش جونم مستین پیرهنت کو. میمی جونم قربون دامن تو. مموشی مموش باید خوب باشه، پیش همه مقبول و محبوب باشه. آخه میمی جون خوبم ولی بی پولم، وگرنه پیش همه کس مقبولم. نشنیدید که میگم وقت از آدمی چه برگردد شب اول عروس نرگردد؟ مگه نگفتم صبر کن؟ انصافم خوب چیزی. شما دیدید چه پدری از من در آوردن؟ آخرش هم به همشون یکی یکی رسید به جز من. مگه من چه عیبی دارم؟ والا من آدم بدی نیستم. ببینم تو شما کسی هست که حاضر باشه با من به محضر بیاد؟